ایده برای میبرم ولی همه تو خوب باشه. امروز باید سراغ آموزش رول ساپورت، رولی که بین خودم هم هست و قراره چی میدونم و بریزم کف زمین. اولین چیزی که شما وقتی رول ساپورت انتخاب کردی میایید تو گیم باید بدونید اینه که آیتمتون چیه. آیتمتون تحت هر شرایطی، چه میج باشین، ایدی باشین، ایپی باشین، هر چیزی باشین، همین آیتم ها باید بیاین. آیتم ساپورتتون، آیتم مخصوص ساپورت چیکار میکنه الان بهتون میگم. دوباره لول اپ کنم. خب آیتم ساپورت چیکار میکنه؟ آیتم ساپورت میبینی الان اینجا رو میبینی صفره، داره یه چیزی پر میشه، میشه یک. بذاریم پر شه، الان شد یک. یه بار دیگه پر میشه، میشه دو. یه بار دیگه پر میشه، میشه سه. دیگه از این بالاتر نمیره، کلا سه تا داره. حالا اینا قراره چیکار کنن؟ وقتی که جون این مینیون از نصف کمتر بشه یه دونه بهش بزنی، پولش هم به خودتون میرسه هم به ADC تون یا هر کی که کنارتونه. این کار فقط در صورتیه که یکی کنارتون باشه. ببین الان من هیچ ADC ندارم، اصلا همچین اتفاقی نمیافته. معمولا هم کنون باهاش میگیرن که کنون یه 100% گرفته بشه. یه ذره ببین از نصف رد شد میزنن کنون زارت میگیرن راحت. هم پولش به خودتون میرسه هم به ADC تون، خیلی راحت ایزی. علاوه بر مینیون شما هر دمیج، مثلا فرض کن اینجا انمی هست، بذار به دامی اینجا بذارم. این هم اونجا دامیه، مثلا فرض کن این یعنی صفر باشه همچین چیزی نمیده، این الان باید یه داشته باشه. الان سه تا ضرب، سه تا مینیون رو میتونم با این بگیرم. وقتی صفر باشه من مینیون بزنم هیچ اتفاقی نمیفته. مثلا پولش یه چوسه پول به من میده، پول زیادی به من نمیده، یه ذره پول به من میده، به ADC من تخم باقر میرسه، هیچ اتفاقی نمیفته. علاوه بر زدن مینیون، اگه همچنان میگم این باشه، مثلا اصلا رو یک باشه، تو سه باشه فرق نمیکنه، یه دونه از این داشته باشه، به مینیون هم دمیج بدین پولش رو به شما میده. حالا علاوه بر مینیون و انمی، شما به تاور هم ضربه بزنین دوباره به شما گولد میده. این از یه بخش کارهای یه آیتم ساپورت. کار دیگه چیه؟ شما اگه اینجا بگیرین روی آیتم ساپورتتون میبینین که اونجا الان نوشته 46. 46 از 400 یعنی چی؟ می‌دونم باید استکشو پر کنی. در حالت عادی همینجوری وایسی خودش میاد. ببینم 49 الان شد 50. الان میشه 51. برو 50 تیم. الان شد 51. خیلی آروم میره بعد وایسی تا 400 بره همینجوری. چیکار باید کنی که سریعتر پر شه؟ وقتی که این آیتم ساپورتون استک داره، مثلا به انمی ضربه بزنی، مینیون بگیرین، تاور بزنی. خلاصه از این استفاده کنین تا سریعتر این پر بشه. حالا وقتی که به 400 میرسه چه اتفاقی میفته؟ این تبدیل میشه به سه تا وارد. به سه تا واردی که هر بار شما برگردیم بیس دوباره ریسیت میشه. این چی؟ یعنی من الان اینجا سه تا وارد گذاشتم، الان که استک نشد نمیتونم بذارم. اینجا اصلا سه تا وارد میذارم، ریکال میکنم بیس، دوباره برمیگردن، دوباره همون سه تا هستم اونجا. حالا وقتی که این 400 تا رو پر کردین دوباره میره فکر کنم رو 800 تا، دوباره یه 400 دیگه فکر کنم بعد اگه اشتباه نکنم جمع کنین تا این یه دونه وارد دیگه به شما میده. یعنی شما میشین 4 تا وارد، یعنی شما ساپورتی و 4 تا وارد دارین. چرا اینا باید مثل ساپورت بخریم؟ چون و یکی از وظایف اصلی ساپورت اینه که جنگل رو روشن کنه. یعنی شما وسط گیم اینجا تو لین که وظیفتون اینه که اینجا و اینجا همیشه وارد داشته باشین. حالا آخرای بازی، آخره که چی، وسطای بازی که مثلا کم کم داره به تیم فایت کشیده میشه، شما وظیفتون اینه همینجوری بیاین تو جنگل گشت بزنین، وارد بذارین. چپ و راست اینجا میایین وارد بذارین، اینجا میایین وارد بذارین. اینو میزنین، واردا رو مشخص میکنین کجاست، کلیر میکنین. کلا وظیفه شما اینه که جنگل رو روشن کنین یا واردای اونا رو از بین ببرین. چرا؟ حالا فرض کنین ساپورتی داری که اصلا وارد نمیذاره، مثلا جانگلر خیلی راحت اینجا میاد مثلا رد شما رو میگیره، یا همه اینجا وایسادن یکی رد چه گنگ بنگش کنن همه با هم. حالا یه ساپورت خوب چیکار میکنه؟ مثلا جایی که میدونه اصلا یه رفت آمد زیاده، مثلا اینجا احتمال داره خیلی رفت آمد بشه، یا اینجا رو وارد میذاره که اگه مثلا یکی اومد اینجا سریع بفهمین مثلا مید میاد، ADC میاد، میای با هم دیگه اینجا کارشو میسازیم. در کل وارد گذاشتن دیگه چیزی واسه توضیح نداره که وارد بذارید تو جنگل چه مزیتایی داره. چیز تابلوی باید جنگلتون وارد داشته باشه و شما آیتم ساپورت رو باید داشته باشین. حالا وقتی که شما آیتم ساپورت رو استک کردین چیکار باید کنین؟ شما ریکال میشین بیس، الان برم بیس، اینجا لنز میگیرین.
چرا؟ چون شما الان 4 تا وارد دارین، چه نیازی به 2 تا 4 وارد است که هر کدوم هم نزدیک 100 خورده ای کولداون داره. وقتی شما میتونین 4 تا وارد بذارین برای این بیس دوباره بیان 4 تا بذارین. اصلا کاملا چیز الکی اینجا وارد داشتن. شما این لنز رو میگیرین که وارد ساپورت اونا رو کلیر کنین. همونجوری که شما وارد میذارین ساپورت اونم گاگول نیست. اونم وارد میذاره. شما وظیفتون اینه که واردای اونو پیدا کنی کلیر کنی. مثلا اگه اینجایین مثلا ساپورت همیشه اینجا وارد داره، اینجا وارد میذاره جامر نایت گنگش، شما می اینجا یه لنز میزنی واردش مشخص میشه. پس لنز کارایش اینه که اینجوری اینو میبینی میچرخه واردای اطراف نشون میده، به جز وارد انمی هم قایم شده باشه نشونش میده، یه هر چیزی مثلا تیمو قایم شده باشه، تیمو رو دیدین غیب میشه، هر چی که غیب میشه رو این نشون میده. شما وقتی میایین ساپورت میایین باتل کنار ADC، اینجا به هیچ وجه شما حق دست دادن به فارما رو ندارین. شما نباید فارما رو بزنین مگه اینکه بخواین این آیتم ساپورتر ازش استفاده کنین واسه ADC تون فارم بزنین. واسه خودتون شما نباید دست به فارم بزنین. مثلا بگی آره اینجا اینو بزنم این دو سه تا فارم جست بزنم ADC بمونه دست به تو، نه. شما با آیتم ساپورت پول خیلی کمی از زدن مینیون به دست میارین، شما نباید مینیون بزنین. شما به عنوان ساپورت وظیفتون اینجا اینه که ADC تون فیت شه. شما خودتون فیتشین زیاد نمیتونین مثل مارکسمن بازی، حالا مارکسمن هم نباشه ADC بازی مثل اون نمیتونین بازی رو جمع کنین. مثلا لاکس فیت شده با MF فیت شده خیلی فرق میکنه. MF میتونه قشنگ پاره کنه، یه کیو میزنه وان شات کنه. من احساس میکنم مینیونا تو عذابم. بذارین دامیه رو بردارم اینجا. ADC تون داره میره بزنش، تو یهو بیا اینجا کیس کنی. یعنی گاوی، گوسفند، باتل نباید، اصلا نباید تو به عنوان ساپورت کیس کنی. اصلا تو وظیفت اینه که تیمو ساپورت کنی، ساپورت کنی تا بقیه فیتشن، بقیه بازی جمع کنن. حالا یه چیز دیگه، وقتی شما برگیری کارت کردین بیس، همینجوری سرتون نندازین مثل گاو، دوباره نرین همینجا. کلا همین نیست، برین ADC برگردین، بدی ADC برگردین، ساپورت این نیست. شما وقتی برمیگردین بیس یه نگاه میکنین مینی مپ رو نگاه میکنین، مثلا میان اینور رو چک میکنین چه خبر اینجا میدتون داره گایده میشه یا نه، تاپتون داره گایده میشه یا نه، نگاه میکنین چی به چیه. اصلا میبینین یه جا همون لحظه نیاز به کمک داره شما میرین. الان شما میرسن اینجا در تو فایتن، شما میدونین میرسین اونجا میتونی کاری بکنین، سریع برین اونجا. یه نکته این که ساپورت راحت ترین رول واسه اس گرفتنه. یعنی شما تو ساپورت به راحتی آب خوردن میتونین اس بگیری. چرا؟ چون وظایفی که ساپورت داره خیلی راحت تر از لینر است. وظایف ساپورت چیه؟ اول از همه ویژن اسکور بالایی داشته باشه. ویژن اسکور چیه این؟ یعنی چی؟ یعنی شما هر واردی که میذارین یا هر واردی که کلیر میکنین اینجا نوشته میشه. اینتون باید بالا باشه. یعنی اینجا شما 4 تا وارد دارین، 4 تا رو استفاده کنین، برین تو بوشا بذارین. با 4 تا وارد نرین اینجا ریکال کنین. اینا رو شما استفاده کنین، بذارین تو بوش مشا ریکال کنین که برگشتین دوباره ریسیت بشه. شما مثل لینای دیگه نیاز به کیل خیلی بالا ندارین واسه اس گرفتن. مثلا تو لینای دیگه طرف باید خیلی کشته باشه، خیلی خفن باشه، گنگ بده جاهای دیگه رو، دوبار پشت سر هم نمرده باشه. اینجوری چیز اصلا واسه ساپورت مهم نیست. ساپورت باید دمیج بالایی داشته باشه. مهمتر از همه باید اسیست بالایی داشته باشه. این همه چیزی بود که من راجع به ساپورت میدونستم. امیدوارم کمکتون کرده باشه. اگه کمکتون کرده لایک و ساب بزن، بغلش هم زنگوله نوتیفیکیشن میاد، اونم بذار رو آل تا یه داری دیگر بدونید.